من ایمان هستم و 39 سالمه. قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم، خب یه مسلمون بودم که خیلی مرتب نمازامو میگرفتم، سعی میکردم روزمو تا اونجایی که بشه داشته باشم. یادم خیلی وضعیت مالی خوبی نداشتیم، گاهی وقتا سحری هم نبود که بخورم، ولی با این وجود روزمو نگه میداشتم و میتونم بگم فرد از نظر مذهبی اسلامی فرد معتقدی بودم. یعنی چیزی که حالا به نظر شخصی خودم، یه فرد معتقد اسلامی کسیه که، یا من اینطور بودم که یه مقدار کورکورانه تعصبات مذهبی داشتم یا داره این فرد، حالا خودم رو بخوام مثال بزنم، و سعی میکنه این اعتقادات رو به هر طریقی ثابت کنه که نه، این درست است، این حقیقت هست، و از منطق یه مقدار فاصله میگیره و دلایلی رو سعی میکنه پیدا بکنه برای اینکه ثابت بکنه این چیزی که هستم حقیقت هست. حالا بغیر از در کنارش مراسم مذهبیش انجام میده، نمازش سر موقع میخونه، کاری مذهبی انجام میده، ولی وقتی فرد حالا از نظر مذهبی اسلامی که من بودم، سعی میکردم اون چیزایی که نادرستم هست توی این مذهبم، توی عقیدم رو یه طوری زیبا جلوه بدم و درستش بکنم. اولین بار که بخوام بگم، الان که یادم بیاد، سوم دبیرستان بودم، یه دوست داشتیم، خیلی با هم صمیمی بودیم، من اون دانش آموزای اول مدرسه بودیم، دبیرستان بودیم، توی بحث‌های مختلف با هم میکردیم. یه روز با هم بحث کردیم و درباره مسیحیت بحث کردیم و اینا، و من تو دلم افتاده گفتم هی بیا بریم مسیح بشیم. اصلا هیچ، یه جوون 17 ساله فکر میکنم بودیم و گفتیم بیا بریم مسیح بشیم و اینا، و دوستم منو ترسون، گفت نه این مشکل برامون پیش میاد و اینا. این فکر میکنم یه نقطه بود از خدا برای اولین بار در قلب من، بخوام بگم چون در ذهن من مونده این نقطه، و فکر میکنم این نقطه مهمی بود، زمان مهم بود برای زندگی من. ولی در کل درباره مسیحیت، بحث‌های مسیحیت با دوستم بود که یکی از دوستای باشگاهیم بود که مدت سال‌ها با هم دوست بودیم، ارتباط داشتیم، رفت آمده، یعنی تو خونه‌های هم می‌رفتیم، دوستای صمیمی بودیم. با اون بود که این بحث‌های مسیحیت شروع شد. ایشون مسیحی شده بود و دوست داشت که منم مسیحی بشم، و اونجا بود اولین بار که از مسیحیت به صورت جدی شنیدم. من اگه بخوام این سوالتون رو جواب بدم که چه حس و حالی داشتم به عنوان یک مسلمون از که تعالیم مسیحیت رو میشنیدم برای اولین بار، باید یک کمی قبلترش رو توضیح بدم که چرا من اصلا تعالیم مسیحیت رو گوش دادم به عنوان یک فرد مسلمون، چه اتفاقی افتاد. خب ما با این دوستم خیلی بحث میکردیم، فقط که اون میخواد ثابت بکنه مسیحیت درسته و من میخواستم ثابت کنم که اسلام درسته، و نمیتونستم قبول بکنم که این موضوع را. تا اینکه مادرم فوت کرد. وقتی که مادرم فوت کرد، یه نقطه عطف بود توی زندگی من، چه از نظر احساسی، چه از نظر روی روانی، خیلی من افتاده کرد و این افتادگی باعث شد که بخوام بیشتر با یک صداقت بیشتری مسیحیت رو یاد بگیرم، ببینم چی میگه اصلا، چون یه نیازی در قلبم بود بعد از فوت مادرم که با خدا یه ارتباط زنده برقرار کنم. دوست داشتم با خدا صحبت بکنم، نه از طریق نماز و روزه و وضو بگیر و این کارهای سخت، بلکه میدیدم مسیحا راحت میشینن یه جا و دعا میکنن و دوست داشتم با این خدا ارتباط برقرار کنم، صحبت کنم. اونجا بود که میتونم بگم، رفتم پیش دوستم گفتم ببین من نه دیگه میخوام مسلمون باشم، نه میخوام مسیحی باشم، ولی میخوام یاد بگیرم که با خدا صحبت کنم. میتونم بگم نه دیگه به عنوان مسلمون تعالیم مسیحیت رو گوش دادم برای اولین بار،
فیلم مسیر رو نگاه کردم، شبکه رو نگاه کردم، بلکه فکر میکنم تو اون موقع در قلبم دیگه تصمیم گرفته بودم مسلمون نشم، به خاطر اینکه دیدم بیهوده هست. بعد از مرگ مادرم اگه صادقانه بخوام به خودم فکر کنم، به احساساتم، به کارهایی که اسلام توی زندگی من، اون مذهب قدیمی من توی زندگی کرد، میدیدم کاری نبود جز فایده ای نداشت برای من. و الان نیاز بود برای من یه چیزی، یه حقیقتی رو پیدا بکنم، یه چیز جدیدی رو تجربه بکنم که حقیقت باشه. و با این دید بود که تعالیم مسیح رو گوش دادم، کلام رو شنیدم و برای من مثل یک نور بود که توی تاریکی درخشید و برای من یه حقیقت بود که انقدر بهش نیاز داشتم. نوری بود تو تاریکی که گفتم به هر قیمتی که هست من میخوام اینو پیگیری کنم و اینو دنبال کنم. یک چیز خیلی جذاب برای من بود، یک نور بود، یک حقیقت بود که قلبم رو با لمس کرده بود. من از طریق این دوستم یک فیلم گرفتم، فکر میکنم 7 قسمت بود، فیلم مسیح بود، یه فیلم قدیمی بود. به خودم گفتم ایمان، هر شب که حالا از سر کار یا نمیدونم دانشگاه بود برمیگشتم، گفتم هر شب یه سریال نگاه میکنم، یه قسمت رو اگه دروغی در این سریال دیدم صادقانه میرم با دوستم صحبت میگم اینجاش دروغ بود به این دلیل و به این دلیل، اگه هم نه بپذیر ایمان، صادقانه اینو بپذیر. هر شب نگاه میکردم، کلام مسیح رو میشنیدم، با قلبم صحبت میکرد. شب 8 فکر میکنم 7 بود آخرین قسمتش، یادمه شاید 7-8 روز طول کشید تا همش بخوام نگاه کنن. آخرین قسمت رو که دیدم لحظه بود که مسیح از مرگ قیام کرده بود، شاگرداش دور و برش بودن و به شاگرداش گفت برید و همه رو به نام پدر، پسر و روح القدس شاگرد سازید و اونجا فیلم تموم شد. و وقتی فیلم تموم شد من تنها تو خونه بودم و تو خونه حدود 1 ساعت فقط راه میرفتم، میچرخیدم و به خودم این سوال رو میپرسیدم چرا من تا الان این فیلم رو ندیده بودم، چرا من تا الان این حقیقت رو باش برخورد نکرده بودم، با مسیحیت به این گونه آشنا نشده بودم. هرچند اون موقع نمیدونستم که مسیح خداوند هست، ولی یه حقیقت و نور خاصی در قلبم بود که به خودم گفتم، یه حقیقتی رو چشیدم که به خودم گفتم به هر قیمتی که باشه من میخوام مسیحی بشم، من میخوام مسیحی بشم. اصلا برام مهم نیست دولت باش مشکل داره، سیستم باش مشکل داره، خانواده‌ام باش مشکل دارن، چون زندگیم به قول معروف به اینجا رسیده بود. دیگه نه امیدی داشتم، مادرم فوت کرده بود، پدرم در بیمارستان بود و شرایط دیدی نداشتم نسبت به آینده، امیدی نداشتم نسبت به آینده و برام به قول معروف بی اهمیت بود که چه بخواد به سر من بیاد. انقدر اون حقیقت و اون تسلی که دیده بودم تو این چند روزه از این کلام برام زیبا و مهم بود که گفتم من میخوام مسیح بشم و تصمیم جدی رو گرفته بودم، گرفتم. آره، قبل از مسیح اگه بخوام بگم توضیح بدم که چطور بودم، پای فرق بودم، خیلی ورزش رسمی میکردم، در ظاهر آرام بودم ولی در باطن خشم شدیدی داشتم نسبت به افراد مختلف و گاهی اصلا آگاه نبودم که من اقدر خشم دارم در وجودم، اقدر نفرت دارم در وجودم و خیلی درگیری های فکری در ذهنم داشتم، به خاطر در ذهنم خیلی گفتگوها داشتم، خیلی خشمها داشتم که نمیتونستم اون رو بیان کنم. مثلا با فلان فرد در ذهنم دعوا میکردم، با خانواده در ذهنم بحث و جدل میکردم، چون نمیتونستم راحت شاید در زندگی معمولی باهاشون جر و بحث بکنم و نفرت خاصی بود در ذهنم نسبت به خیلی ها، نسبت به پدرم، به مادرم، به خودم، به خانواده‌ام. بعد از ایمان تغییر بزرگی یا اولین معجزه واقعا تو زندگی من در مسیحیت ایجاد شد و مسیح کرد برای من، بخشش بود که تونستم ببخشم پدرم رو، تونستم ببخشم برادرم رو، مادرم رو، تونستم ببخشم خودم رو، تونستم ببخشم خدا رو که این همه سختی میدیدم که خدای تو باعث شدی این همه سختی بیاد تو زندگی ما، این همه درد بیاد تو زندگی ما، اون خدا رو تونستم ببخشم. و بعدش یاد گرفتم برای کسانی که من رو اذیت کردن میکنن بتونم دعا بکنم. یک تغییر پس این بود که بخشش اومد تو زندگیم، یک سبکی اومد تو زندگیم و یک تغییر بزرگ این بود که دیگه الان میتونستم دعا کنم برای کسانی که منو به نوعی آسیب دارن میرسونن روزانه، براشون یه دعا میکردم. خب یا همینجا مثلا
گاهی وقت افرادی منو اعصابم خرد میکنن یا آزار به نوعی میرسونن یا به نوعی مثلا آسیب هست یا من فکر میکنم آسیب هست به خاطر سوء تفاهم ها، براشون دعا میکنم و این دعا خیلی باعث میشه که من آروم بشم، خیلی باعث میشه که دیدم باز بشه بسمت به یه سری حقایقیه که بعضیاش ممکنه مثلا سوء تفاهم ها باشه، بعضیاش ممکنه یاد بگیرم که چگونه باید رفتار رو برخورد داشته باشم. و در صورت میخوام بگم که یک بخشش رو تجربه کردم بعد از ایمان و دو اینکه میتونم دعا کنم برای افرادی که با من مشکل یا مشکل با هم برخورد میکنیم. من در مسیح اطمینان دارم، یک اطمینان و آرامش خاصی دارم، در مسیح یک محافظت خاص اینو احساس میکنم با تمام قلبم که در مسیح اینو دارم. مسیح میگه حالا چیزی که تو ذهنم میاد، میگه من راه راستی و حیات هستم، میگه من حقیقت هستم، اگه حقیقت رو بشناسید آزاد خواهید شد. اگه بخوام چیزی که شخصا رو تجربه کردم به دیگران بگم اینه که در مسیح حقیقت هست، در مسیح آزادی هست، در مسیح، و این آزادی رو ما میتونیم تجربه کنیم فقط وقتی که به مسیح ایمان بیاریم، اونو بشناسیم. و از صمیم قلب اینو دوست دارم، من این آزادی رو اول برای خانواده خودم، دوم برای مردم کشورم، برای کشورم ایران اینو آرزو دارم، این حقیقت رو آشکار بشه، این آزادی رو، این نعمت خیلی بزرگ هست که اینو از صمیم قلب آرزو دارم برای هر فردی.